با آغاز سال 1402 خامنه ای که با انواع بحران ها از جمله گرانی و تورم شدید و بالا رفتن قیمت دلار وارد سال جدید شده و هر لحظه هم میترسه که دوباره جرقه ای بزنه و نظامش رو به آتیش بکشه، دور جدیدی از روش های سرکوب رو آغاز کرد تا یه جوری ملت رو درگیر خودش کنه. در بین اهرم های سرکوب، اونی که برای ولی فقیه همیشه دم دستر و خیلی هم خوش دسته، قانون حجاب اجباریه که همونجور که خودش هم اشاره کرده، خمینی هم سرکوب رو در همون هفته های اول از همینجا شروع کرد. امام در اولین هفته های انقلاب مسئله حجاب رو الزاماً و قاطعاً بیان کردن، جزء اوائل کارهای اوائل امام راحل رضوان الله علیه این بود. حالا هم حل خواهد شد انشاءالله. حالا چجوری حل خواهد شد؟ کشف حجاب حرام شرعی است، حرام سیاسی است، هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی است. خیلی از کسانی که کشف حجاب میکنن نمیدونن این رو، بدونن که پشت این کاری که اینا دارن میکنن کیا هستن قطعا نمیکنن. من میدونم به هر حال این مسئله قطعا حل خواهد شد. پس تا به حال مشکل این بوده که ملت نمیدونستن، الان که تو گفتی قضیه حل شد؟ یا اینکه میخوای دوباره بند را بندازی و خانوم ها رو از تو خیابون جمع کنی که بازور باتون بهشون بفهمونی که دوباره یک محصای دیگه تحویلمون بدی؟ اینجور که جست مسلط میگیری که چون امام همون هفته اول با چماق یاروسری یا توسری حجاب اجباری را انداخت ما هم حل میکنیم، خودت هم میدونی که توش موندی، نمیتونی تند بری نمیتونی کند بری. بحث کشف حجاب ها نظام و دولت مردان در وقت مناسب خودش قوانین و مقرراتی رو انشالله وضع خواهند کرد و با این پدیده عرضم حضورتون مقابله خواهد شد، اما زمان و تشخیص زمان دست ما نیست. قطعا نظام با توجه به مسائل امنیتی، مسائل سیاسی و مسائل پیرامونی و نقشه ها و مشکلات اقتصادی به هر حال زمان خودش تدبیر خواهد کرد. خب پس تا اینجا معلومه که از یک طرف میخوان چماق حجاب اجباری رو بکوبن تو سر زنان میهنمون، ولی از طرف دیگه هم از ترس قیام 401 دستشون میلرزه که اگر تند برن دوباره همین چماق سرکوب برگرده توی سر خودشون. اینجاست که خامنه ای چون اوضاع خودش رو خیلی شکننده میبینه، اومد با واسطه به نیروهای آتش به اختیارش متوسل شد که اونا یه کاری بکنند. واسطه کیه؟ یکیش پدرزن رئیسی و نماینده خودش در خراسان. به عنوان یک عبادت ارزشمند روز ماه رمضان دهی از منکر کنید، جلو فسق فاسق رو هم بگیرید ولو با شما هر برخوردی بشه. اگر با شما برخورد بد کردن، اگر رنج بردید، اجر بیشتری دارید. ولو بلغ ما بلغ، هر چقدر برای شما گران و هزینه دار تمام بشه. این عالی ترین عبادت. یکی از بسیجیایی که احتمالاً خودش رو مخاطب این حرف ها دیده، در همون روز فاجعه ماست پاشی رو خلق کرد که دنیایی از نفرت رو ایجاد کرد. به بعضی ها باید گفت اگر نمیتونی آدم باشی لااقل حیوان بی آزاری باش. فضاحتی که این بسیجی توی این کلیپ 30 ثانیه‌ای درست کرد خیلی زود تبدیل به یک بمب خبری شد و انعکاس جهانی پیدا کرد. از اونجایی که چهره این بسیجی در فیلم مشخص بود، خیلی زود از طرف هموطنان شناسایی شد و معلوم شد که این فرد مصطفی عبدی یک بسیجی از نوشای علم‌الهداست که قبلا مسئول ستاد نماز جمعه هم بوده. قبلا از این فیلم‌ها ازش بیرون اومده بود و به نظر میاد که از شغل کثیف سرکوب زنان پول در میاره. ببین
نگاه همش خرد دارن حالا شما تو کنه چرا دری آخه شو تو چه دعوا چه سفر فقط کلن شما اگر تو جانورشناسی استاد هم باشی بعضی ها رو نمیتونی تبعین کنی. این مصطفی عبدی یکی از این جانور هاست. ارتباط این یارو با دم و دستگاه حکومت هم غیر قابل کتمان بود. بنابراین نظام تو جمع کردن این قضیه اساسی گیر کرد. اول مغازه رو پلم کردن که بلا فاصله خبرش پیچید و به ضد خودش تبدیل شد. اینجا شاهینگیز مغازه که با عامل بسیجی برخورد کرد دیشب ساعت 11 شب اومدن پلمپش کردن. اینم پلمپ مغازش. بعد که دیدن همین پلمپ کردن بیشتر باعث داغ شدن موضوع شد مجبور شدن فرداش فک پلمپ کنن و همین موضوع هم یه موجی از همدردی بین مردم با این مغازه‌دار ایجاد کرد و با خرید کالاهای این لبنیاتی مردم حمایت خودشون رو از اون نشون دادند. اینجا مشهده، ما رفتیم از لبنیات هاجرپور شاندیز خرید کردیم، خیلی شلوغ بود. در گام بعد رژیم برای اینکه قضیه رو جمع کنه از طریق دادستان ترقبه حکم جلب صادر کرد. حالا فکر میکنید برای کی؟ هم برای اون بسیجی وحشی که این کارو کرده بود و هم برای اون دو خانوم، یعنی هم برای زارب هم برای مضروب. با اینجور احکام وضع طوری شده که میگن اگر آلیس بیاد تو این مملکت تازه میفهمه اونجا که قبلا رفته بود اصلا سرزمین عجایب نبوده، سرش کلا گذاشتن. اما این اقدامات رژیم هم به جای اینکه آب روی آتیش اعتراضات مردم باشه بیشتر به تنفر مردم از سرکوب حکومتی دامن زد و در زیر فیلم این ماجرا که بیش از 1,000,000 بار در شبکه اجتماعی دیده شد ملت همدیگر رو به واکنش‌های جدی‌تر تشویق می‌کردند. چرا جایی که من هستم این اتفاقات نمیفته؟ یعنی قید دیه و دادگار رو میزنم و کاری میکنم که اون یارو راه خونشم گم کنه. همونجا بعد میکردنش تو بشکه خیارشور درشم میبستن. سگای ول علم‌الهدا و داره دستش. خوبه که ته ماجرا از زیر دست و پای مردم جمعشون میکنن. بانوان محترم لطفاً یک عدد اسپری فلفل برای برخورد مناسب با بسیجی و ارزشی همراه داشته باشید. بعضی هم ردپای بسیجی ماست پاش رو در بقیه جنایت نظام شناسایی کردند. کسی که سطل ماست رو پرت میکنه به سمت دوتا خانوم همونه که اسید پرت میکنه، همونه که تیر مستقیم به مردمش میزنه، همونه که حمله میکنه به مدارس دخترونه، همونه که خانه اعدام معترضینه، همونه که 22 بهمن شرکت میکنه، همونه که زیر منبر خامنه‌ای میشینه. البته بعضی ها هم به تناقض‌های نظام در سوء استفاده از مسئله حجاب در همایش‌های حکومتی پرداختند که اونجا کسی دست به ماست نبود. اگه ولایی حکومتی باشی، موات بیرون باشه، ترک موتور حاجی هم نشسته باشی، تا زمانی که پرچم حزب الله تروریست دستت باشه کاریت ندارن و ماست هم روی سرت نخواهند ریخت. اینم هست. چرا کسی رو سر این ماست نریخت؟ جمهوری اسلامی از ماست نمیتونه استفاده سولامیز کنه. بعد شما انتظار دارید از انرژی هسته‌ای استفاده سولامیز کنه؟ بعضی هم تأکید داشتن که حجاب تمام مشکل مملکت نیست و نباید این وسط مشکلات دیگه مثل گرونی فراموش بشه. این سیرکا تا کی؟ مردم ایران دیگه فهمیدن الان حجاب گذاشتن یا نه همه مشکلات مملکت حل شد؟ قیمت ماستی که ریخت 55,000 تومان بود. 10 سال پیش با این مبلغ میتونستی ساندویچ ساز برقی بخری. خلاصه این قضیه اینقدر فاجعه بار بود که دیگه مالکش های همیشگی نظام هم دستشون به ماله نمیرفت. اما با این حال برخی بسیجی ها و آخوندها یه تلاش های در این رابطه کردن که بیشتر خودشون ضایع شدند. من هر کی دیدم ویدیو ماسبازی رو گذاشته بود صدا نداشت. از کجا معلوم شده بی‌ادبی و کار اشتباه اون آقا به خاطر حجاب بوده و این دو شهروند سر چیز دیگه ای دعواشون نشده؟ سه تا سوال. 1. داستان ماست چجوری از دوربین مغازه رفته تو کانال فلان؟ 2. ماست تو مغازه مگه درش بسته نیست؟ 3. ماست تو مغازه مگه توی یخچال نگهداری نمیشه؟ مردم هم در پاسخ به این سوالات انصافاً خلاقیت به خرج دادند، مثل این یکی که با کنایه این سوالات رو اضافه کرده. 4. مگه ماست رو ممنوع نکردن؟ چرا لبنیاتی داشت؟ 5. چه لزومی داره کارهای لوکس ماست در دسترس همه باشه؟
6. ماست اصلا چرا سفید بود که تو فیلم اینقدر واضح دیده بشه؟ سربازان گمنام امام زمان کشف کردن سطل ماست با در باز رو یه افسر ارشد موسی چند روز قبل گذاشتون لبنیاتی رو رفته. مثل اینکه خیلی وقت از تو خونه در نیومدی و یخچالای جلو باز رو تو فروشگاه ندیدی. ماست تو لبنیاتی سنتی ها درش بسته نیست. میری از یخچال برمیداری میدی به فروشنده. اون میذاره رو ترازو وزن میکنه و بعد درش رو میبنده. وقتی فقط میخوری و میخوابی و یه خرید ساده هم نمیری، همین میشه دیگه. یه کاربری هم عکس همون ماست توی فروشگاه رو منتشر کرد تا نشون بده که در این لبنیاتی ماست در باز فروخته میشه. در فاز آخر هم وقتی دیدن که بد آبروریزی برای نظام به وجود اومده، مثل همیشه تلاش کردن که قضیه رو بندازن گردن دشمنای نظام. هیچ بعید نیست این کثافتی که سطل ماست خالی کردم از خودشون باشه برای بدتر کردن اوضاع. یکی هم پیدا شد که از قول مانیتورینگ پایگاه بسیجشون اعلام کرد که این کارا کار مجاهدینه. مانیتورینگ میگوید منافقین قصد دارن اسید پاشی راه بندازن رو صورت بی‌حجاب‌ها و بندازن گردن نظام. اما مردم دیگه دست نظام رو خوندن و این جوابا رو دادن. فعلا اونی که به اسید پاشی تشویق کرد و قاتلان محفلی رو تبرئه کرد شمایید. مانیتورینگ پرقدرتتون درباره مسمومیت دانش آموزان نظری نداره؟ درباره اسید پاشی چند سال پیش اصفهان چی؟ شما همه چیزو بندازید گردن دشمن خیالی و منافق و آمریکا و اسرائیل. کلن دشمن سازی به نفعتونه که کارهای بدتون رو بندازید گردن دشمن. کاش به جای گیر دادن به حجاب یه سطل ماست هم میزدید توی سر مسئولان دزد و مسئولایی که اینور میگن مرگ بر آمریکا ولی بچه هاشون زیر پرچم آمریکا قسم خوردن. در نهایت میشه گفت که سید علی در پیش برد این خط سرکوب بد جوری تو گل مونده. نه روش های سرکوب علنی با نیروی انتظامی جواب میده و نه روش های سرکوب با وحوش آتش به اختیار. در عمل هم هر کدوم از این اتفاقات فقط اون رو یک گام در تعادل بین حاکمیت و مردم عقب میبره. وقت بخیر و خدا نگهدار.